رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. سلام، حال شما چطوره؟ متشکرم، بفرمایید. خیلی من خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید من خیلی خوب شدم، صدام فکر کنم داره میلرزه. عیبی نداره فان، الان صداتون خیلی مثل این که دارید خیلی خوب به اسلام میخونی تو تحریر میگن، من نمیدونم دارید میدید تو بسیار. از کجا تلفن میکنی؟ چون صدای کمی بر میگرده. او من از کالیفرنیا زنگ میزنم. خب پس چرا تلفنتون صدای من روی بلنگوی چیزی هستید؟ نه راستش بهتر شد الان؟ نمیدونم، من فقط صدای من منعکس میشه، مهم نیست، من میتونم باید سر کنم، تحمل صدای خودم رو بعضی وقت دارم. به من بفرمایید برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ راستش آقای دکتر، من و برادرم راجبه پدر مادرمون میخواییم با خودتون صحبت کنیم. من 40 سالمه و یه برادر دارم که 6 سال از من کوچیکتره. 22 سال آمریکا هستیم و تو ایران بزرگ شدیم، به دنیا اومدیم بزرگ شدیم و الان مشکل ما پدر مادرمون هست. از بچگی پدر مادر من نه چند سالشونه اون مهمه برای من. پدرم 75، مامان 64. و اون وقت کجا هستن؟ کالیفرنیا هستن. من یعنی شما 20 سال قبل همه با هم اومدید؟ 4 نفر؟ نه نه، من و برادرم اول اومدیم، بعد از 3 سال و نیم پدر مادر به ما ملحق شدن. ما جزو اقلیت های مذهبی هستیم. بعد دیگه هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟ من پرستارم، برادرم جراحه. خب حالا با هم که زندگی نمی کنید شما دوتا و با پدر با مادر یا با هم؟ نه من جدا شدم، الان تنها زندگی می کنم. از پدر مادر تقریبا 1.5 ساعت فاصله دارم. پدر مادرم توی یه شهر با برادرم هستن، برادرم هم ازدواج کرده، پدر مادر جدا هستن. شما خودتون ازدواج نکردی؟ من جدا شدم. آیا شما و برادر از ازدواجتون فرزندی یا فرزندانی دارید؟ من نه، ولی برادرم یه کوچولو دختر داره. اوکی. و خب حالا موضوع و مسئله شما و برادر با پدر و مادر چه هست؟ راستش آقای دکتر، از بچگی من از وقتی که یادمه پدر مادرم they were very dysfunctional. همیشه دعوا بود، همیشه دخالت های خانواده پدر خیلی زیاد بود. خانواده مادر همه قبل از انقلاب فرار کردن و خانواده پدر خیلی اینوالو بودن تا موقعی که بعد از یه مدتی هم اونا فرار کردن. و پدر من خیلی استرس داره، خیلی انگزایتی داره، خیلی سوپر کنترولینگ روی همه چی رو مادر. و مادرم خیلی یه دفعه میترکه و انگار که وقتی که میترکه هیچی جلو چشش نیست. من از یعنی از نظر عصبانیت میگی؟ بله. یعنی چه میکنه مادر در وقت عصبانی؟ کار به کتککاری کشیده میشه. با کی؟ با پدر. مادر به پدرم حمله میکنه، میزنه، بعد کتککاری میشه. یعنی شما از چه سن یادتون میاد این عزیز؟ من برادرم 2 سالش بود، من 8 سال. این یادمه از اون موقع. خب حالا الان شما که 1 بزرگ شدید، 2 مستقل شدید، 3 پدر مادر جدا زندگی میکنن، موضوع مسئله الان چیه؟ خب مسئله اینه که خیلی بد شد. تمام مدت تو ایران که بودیم به خاطر اینکه خب اقلیت مذهبی بودیم و بزرگان اینوالو می شدن و هی آشتی می دادن و هیچ وقت طلاقی انجام نشد. بعد من و برادرم از ایران اومدیم، همه چی خوب بود. بعد پدر مادر به ما ملحق شدن، همه چی یه ذره اوکی و در ظاهر خوب بود، انگار مامانم بهتر بود، بابام خیلی عوض شد وقتی اومد آمریکا. ولی همه چی دوباره عوض شد وقتی که پدرم بازنشسته شدن و دیگه نرفتن سر کار. این مربوط این میشه چه مدت قبل؟ تا
تقریبا 8 سال پیش. خب 8 سال پیش که متوجه باز هستم، ولی شما و برادر که دیگه با اونا زندگی نمی کردی. نه درسته؟ نه، ولی الان چیزی که هست اینه که هنوز دعوا می کنن و مشکلی بخنه. که هست اینه که مادر من اصلا تمام مدت داره تو گذشته زندگی می کنه و وقتی که من و برادرم اصلا کاملا خودمون رو کشیدیم بیرون، دخالت نمی کنیم اصلا به همون. پدرم که به من زنگ میزنه میگم به من ربطی نداره، به مادرم که حرف میزنم مادرم is like a histrionic, she cries, she همش گریه میکنه، میگه نمیخوام ببینمش، قیافشو میبینم تحملش نمیتونم بکنم، انگار که she is in depression. مسئله اینه که هیچ کدومشون حاضر نیستن ببریمشون دکتر، هیچ کدومشون حاضر نیستن که بریم تراپی، بریم یه کاری بکنیم و تو این سن طلاق برای اینا اصلا بیمعنیه. طلاق هم من و برادرم. نه آخه شما طلاقشون بدید. خب همین مسئله ما، من و برادرم اینه، ما اصلا نمیدونیم با این دوتا باید چه جوری رفتار بکنیم، چه کار باید بکنیم. حرف این است که نه سب کن حرف این روشن. اگه شما بخواید راجع به اشکالاتتون و اختلافاتتون صحبت کنید، ما بلاست تلفن قطع. خب الان 2 هفته پیش تقریبا 1 ماه بود قشنگ من میدونستم، برادرم میدونست که تمام مدت they were fighting, they were going at each other and apparently they got involved and they were beating each other up. تا حالا همسایه کسی به پلیس زنگ نزده، ولی من هر وقت که مثلا زنگ میزنم مثلا یه چیز خیلی ساده که میگم، مامانم دوباره برمیگرده به گذشته، گریه زاری گریه. خلاصه من تلفن رو قطع کردم، آخرش زنگ زد گفتش که نه من میخوام بیام پیش تو. طوری شده که الان آقای دکتر من نسبت به پدر مادرم اصلا دیگه نمیتونم عادی حرف بزنم. I have some kind of a rage and I go off and I'm خب معلومه شما دوتا زندگی کنید. خیلی آرومیم نه سب ولی نزم. نسبت به پدر مادر I just go off crazy نه and I yell ببینه. at them. نه سب کنید. خب بکنید که بکنید. حالا ببینید همینجا گیره من با شماست. ما آمدیم گفتیم پدر یه موجودیست با این ویژگی ها، این وظایف و مسئولیت ها رو داره، مادر همینطور، این نوع جنبه های مثبت و خوب رو داره، بنابراین بر مبنای اون یه چیزی به اسم پدری و مادری و فرزند پیدا شده. روزی که پدر و مادر اون نیستند یا اون چیزی که باید باشن نیستن، پدر مادر نیستن، چه اهمیت داره؟ بعدم مخصوصا نکته دیگه، شما هیچ کاری براشون نمیتونید بکنید. تازه هر اندازم که آگاه و دانا باشید، به مجردی که حرفی کمی مخالف میل یکشون زدید، هر چیزم که ساختید خراب میشه و ویران میشه و تازه اونا برای باز به دست آوردن نظر و توجه شما دروغ میگن، توطئه میکنن، بازی در میارن، گریه میکنن، ار میزنن. شما رفتید یه جایی که هرگز 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 توش برنده نیست. توی چنین مواردی هم آدم خودشو خلاص میکنه. خلاصی هم این است که ما فقط به یک شرط با شما حرف میزنیم، یا اگر دلتون خواست شما رو میبینیم، که هیچ موضوعی درباره خودتون و اشکالات و اختلافاتون حرف نزنید. از حالا هم داریم میگیم نه بیادبی است، نه بیحرمتی است. هر زمانی که شما صحبتی علیه هم دیگه کردید، من و برادرم گوشی رو قطع میکنیم. اگر 5 شب 5 بارم تلفن کردید همینقدر که حرف زدید ما قطع میکنیم، هیچ اخطاری هم نمیدیم. و اگر این وضعیت بیشتر از 2 یا 3 بار در یه روز ادامه پیدا کنه، جواب تلفن رو نخواهیم. شما هیچ چاره ای نداری چون این مسئله رو تموم کنید. این درست مانند داستان سب کنید مسئله دوئل بود در اروپا که مردم به هم توهین میکردن، بعد میرفتن یکی دیگر رو میکشت. هر کاری کردن نشد، اما هم گفتن هر کی زنده بود ما میکشیمش، مسئله بسته شد. نه دوئل تنها، توهین هم بسته شد. خب شما مران حرفتون این هست، حالا چه مشکلی پیدا میکنه اگر شما این حرف رو بزنید؟ نه ما، من و برادرم این حرف رو زدیم، ولی مسئله اینه که مثلا همین دفعه آخر هی چند روز هی زنگ زدن، هی پدرم نه مادرم هی گیر زدن که زدن. خب عزیز من شما قرار نیست گریهشون رو بشنوید.
نه شما میخواید مسئله رو حل کنید. میخوام بمیرم. خب ببینید در بازه. خب در بازه دیگه ببینم. خیلی خب نمیخوام به من چه عزیزم لغت اول که گفتن قطع میکنید. شما چرا باید این داستان رو بدونید؟ من میخوام به تمومش کنید. بچه‌ها شما میخواید مسئله رو حل کنید یا شما بچه‌های همون پدر و مادرید عزیز؟ برای چی بازی چه میشید؟ من بدونم کسی منو میخواد ببره رو پشت اون بازی بده از اونجا بندازه پایین باز دوباره برم باز دوباره برم باز دوباره برم از این چه اهمیت داره مادر چی میگه؟ شما کاری نمیتونید بکنید. من نمیدونم شما چرا. ببینید عزیز اشکال کار بچه‌هایی که توی همچین خانواده بزرگ میشن یه چیزی است ما بشکیم تاکسیک گیلت یا گناه مسموم، یعنی احساس قدرت و توانایی یا مسئولیت در مقابل دیگران به ویژه پدر و مادر. یعنی من فکر کنم من یه کاری میتونم بکنم یا باید بکنم یا اگر نکنم تقصیر و گناهی متوجه منه. این یه ترم مشخصی داره، معمولا هم مال آسیب 3 تا 6-7 سالگی است. خب شما الان دقیقا با من همین بحث رو میکنید عزیز. روزی که شما بدونید هیچ کاری نمیتونید بکنید، تازه اوضاع رو بدتر میکنید، به روی این آتش بنزین میریزید، خودتون رو از پا در میارید، بعد از یه مدتی شما به درد خودتونم نمیخورید، شما به درد هیچ مرد و زنی، چه شما به یه مردی چون خب برادر شما زن، برای ازدواج هم نمیخورید، پدر مادر خوبی هم نمیشی، به من چی میگید شما؟ نه قبولتون دارم. شما به من برمیگید باز مادر من زنگ میزنه گریه میکنیم که میخوام خودم بکشم. اصلا نگذارید تا گفت میخوام گوشی رو قطع میکنیم. حرف این است که من درباره همه چیز غیر از دو چیز با تو صحبت میکنم، حال بدت و گله و شکایت از این یا اون. همین، هر چیزی غیر از اون ساعت ها با هم حرف میزنیم، از هوا گرفته نمیدونم اوضاع امریکا گرفته، گرانی گرفته، جنگ گرفته، حرف میزنیم. بر این راجع به حال بدتون به خاطر هم دیگه یا به خاطر آنچه که بینتون اتفاق میفته. ما رو این گونه فرزندی میخواید کنارتون هستیم، نمیخواید هیچ. و یک بارم نباید کوتاه بیای. یعنی اگر 35 بار در یه روز زنگ زده، دو تا گزینه دارید، یا همیشه رو قطع کنید یا بعد از بهشون بگید بعد از 3 تا زنگ تلفنی که قطع شد از بار چهارم به مدت 24 ساعت جواب نمیدم، مادر و پدر باید صبر کنن 24 ساعت دیگه دوباره زنگ میزنن، باید بازی دوباره قطع کنید. شما هیچ راهی به جز این ندارید و الا اونا رو بدتر میکنی، برای که شما زمینه فراهم میکنید، اکسیژنی است که میدید برای آتش اونها، و بعد از اون اونا هنوز میخوان شماها رو ببرند و جز لشکر خودشون کنند و بعد هر دو بیمارند. علاوه بر اون دوتا مشکل دارند، خودخواهند و نادانند، خودخواه، نادان، بیمار. شما هیچ کاری اید عزیز، شما هیچ کاری اید. فقط شما میتونید خودتون از پا در بیارید، شما خودتون میتونید حال خودتون رو خراب کنید، شما میتونید به تدریج اینا رو تو وجود خودتون بکارید، از خودتون آدم بدتری بسازید، به درد خودتون و هیچ کس دیگه هم نخورید. من فکر نمی کنم بیش از این و به این صراحت میشه گفت. من صدها مورد مانند شما رو داشتم و به دوستان اونجا که کار تراپی داشتم گفتم اگر یک بار جواب تلفن مادر رو دادی یا پدر و اگر 2 ثانیه 3 ثانیه حرف زدی لطفا دیگه با من قرار نگذار و نیا، اصلا نمیخوام ببینم. و تعجب میکنی بعد از یه مدتی پدر مادر خاموش شد، تقریبا همشون خاموش شدن، ولی فکر کنم فایده ای نداره. ولی تا زمانی که فکر کنن به نتیجه میرسن چرا که نه، تا زمانی که بیمار رو گرفتارن ازدم، خودخواه نادان و بیمار. خودخواهی یه مشکله، به این راحتی نمیشه باش کنار اومد. نادانی یه مشکله، نمیشه باش کنار اومد. بیماری وقتی بهش چسبید یه به اسلام ملغمه ای میسازه، یه چیزی درست کنه که هیچ تراپیستی در هیچ جای دنیا از عهده حلش بر نمیاد. چرا سه فرزندان یه پدر و مادر که اصلا کاری هم ندارن جز جنگیدن، اصلا صبح که بلند میشن با نیت جنگ بلند میشن، جنگجویان خونین مالین فرسوده از کار افتاده ای که فقط در ذهن و خیال خودشون در حال جنگ هست، همینقدر هم که طرف مقابل رو دیدند بهش حمله میکنن، به شما هم که میرسند به دنبال لشکرکشی هست و گرفتن یار بر اینکه جزء سربازان اونها
برای جنگ با دیگری باشه. هیچ این خشمم و من چیکار کنم؟ هیچ خشمتون هیچی خود خیلی آرومم. نه سب کنید. نه نه برید سراغ خشمتون رو با یکی کار بکنید ولی جواب در مدر این خشم نه من فقط when it comes to them I cannot even talk to them in a calm manner. خب نکنید. مثلا من میگم من عزیز دل شما یه ذره منو بفهمید. من شما رو متاسفانه خوب میفهمم. کار نمی کنی. شما بازی این جز این بازیگرات شدید عزیز. شما اومدید بی خودی اعلان کردید من میخوام داور یا رفری این جنگ باشم. دو تا آدم اومدن تو پیست بوکس میخوان همدیگر بزنن تا حتی پای مرگم ممکنه بره. شما اومدید گفتید منم اینجا میستم و قضاوت میکنم. معلومه. متوقفش کنید. عزیز من شما من بگید لطفا شما قرار نیست از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. الان یکی بیاد شیشه خونه شما رو بشکنه. الان یکی بیاد شیشه اتومبیلتون رو بشکنه. الان بیاد کسی یه چاقویی به شما بزنه. شما از خودتون دفاع نمی‌کنید؟ می‌کنید. در مقابل پدر مادر از خودتون دفاع کنید. و دفاع شما سکوته. قرار مطلق و سکوت مطلق. هیچ چیز هم قرار نیست شما رو تحت تاثیر قرار بده. چون اگر بده بازی رو شما باخت. فقطم. درست مثل داستان بچه ها بود که نمیدونم بچه نمیدونم بود تو خونه بره بود گرگه میامد دستو نشون میداد پاشو نشون میداد یه ذره در رو باز کن وقتی میامد بچه ها رو میخورد. این پدر مادر شما رو میخورن. دقیقا قصه همونه. در رو باز نکنی. برادر من یه سری مسائل زندگیش داره، زندگی خوبی نداره تو ازدواجش و منم جدا شدم الان با یه آقایی هستم. How much پدر مادر خیلی they try to get involved and من اصلا تو رو باور نمی کنم عزیز. عزیز دل اینا توان حل ساده ترین مسائل عادی انسانی که دو تا بچه 4 ساله با حسن نیت میتونن حل کنن ندارن. میخوان حالا تو زندگی شما درگیر بشن. خدایی. خب شما برید توی تیمارستان بگید یه کسی مریض دو تا از این دیوونه ها بیان مالجش کنه. آقای دکتر مراکوی شما نمیدونید من تو چه بیمارستان تیمارستانی بود. مطمئنم یادمه جنگ یادمه کتکایی پدر مادر یادمه برادرم من مطمئنم. من اگر زورم میرسید نمیذاشتم شما پدر مادر حرف بزنید. زورم نمیرسه. چی دیگه بگم؟ و شما هنوز نگران هستید که اونا در زندگی شما دخالت کنن؟ همجوری من ما تو من هیچی عزیزم خودخواه نادان بیمار تو از کی کمک بگیری؟ خب آخه مثلا مسائلی که پیش میاد مثلا چند وقت پیش برای برادرم یه مسئله خیلی بزرگی پیش اومد که اون فکر میکنم اختلاف دخالت خیلی اشتباه مادرم بود و این ده آخه عزیز من تو میخوای باز راجع به این چیز عزیز من نه I just want to help to cut them and عزیز من ساده ترین راحت ترین نتیجه بخش ترین قطع کامل رابطه است. چرا تو امریکا رسترین اوردر وجود داره؟ روزی که شما برید دادگاه یه رسترین اوردر علیه یه کسی بگیرید و دادگاه میگه به این آدم نمیتونی بهش تلفن کنی، حرف بزنی، نزدیک بشی، تو 150 متریش قرار بگیری، اگر این کارو بکنی و به ما خبر بدن بلا فاصله تو رو دستبند میزنن میندازنت بازداشتگاه. از 100 تا آدم 99 تا جا میزنن. اولین سالی که گفتن زن و شوهری که با هم دعوای فیزیکی کنن هر دو میرن زندان یا اگر یکی فقط هست اون یکی میره زندان، در سال اول میزان برخورد پدر و مادرها در امریکا 86% افتاد. تازه بخش دولتی. شما یک بار مشخص میگید می نویسید
ضبط میکنین میفرستید، یک جمله علیه هم بگید یا یک جمله بخواید از حال خودتون در ارتباط با دیگری شکایت کنید، ما بلا فاصله تلفن رو قطع میکنیم و اگر دور و برتون باشیم بلا فاصله میریم. هرگز هرگز هم استثناء قائل نشید. من صدها موردشو کار کرده عزیز، رفتن سالهای سال با هم بودن، دارن میرسن به این دختر، به این پسرم جرات نمیگم لباس کنم، ای بسا با یکی دیگه شون میکرده ها، برای که اون اجازه میداده. الان میگن شون... الان میگن از من میترسن. خب عجیب. الان به برادرم گفتن، گفتن از من میترسن. خب عزیزم من که اصلا باور نمی کنم تو رو، من مثل که مشکلم توی عزیزم جان. داستان برادر چی بود؟ راستش شما همیشه میگین ما میریم با بدترین پدر مادرمون ازدواج میکنیم. من ازدواجم یه آقایی بود شبیه پدر، خیلی کنترولینگ و ابیوسیف. بعد برادرم هم با یکی ازدواج کرد شبیه مادر که یه دفعه میترکه و she goes from 0 to 100. متاسفانه ازم بزرگترین، همطور گفتید بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج در امریکا این بوده که ما با کسی ازدواج کنیم بدترین سفر پدر و مادرمون رو داریم. علتش هم این است که اولا اون سابقه رو داریم، بعد آشناست، بعد میخواستیم امیدمون این بوده که اون آدم عوض بشه، در مراحل آشنایی و اوایل زندگی اون آدم در مسیر تغییره، بعد همیشه میخواستیم پدر مادر رو تنبیه کنیم، ازشون انتقام بگیریم، اون رو نکردیم، حالا روی سر همسرمون میریزیم. کاملا اصلا بزرگترین عامل اینه که ما با کی ازدواج کنیم اونه. خب شما دوتا میکاری کردید، ولی حالا اون شده، حالا قصه چه هست؟ مادر چرا اونجا درگیر شده؟ مادر من همین یه دفعه یک دفعه میتره که یه سری مسائل و یه سری چیز انگار دیگه وقتی که هیچی جلو چشش نمیاد و زن برادر منم اینطوریه، وقتی که به اون حد میرسن انگار دیگه هیچی نمیفهمن، اصلا نمیفهمن که این بچه از این همسر یه حرف نامت نا چیز زدن بله، و این مسئله خیلی بالا گرفت، دعوا خانواده ها جلو هم دعواشون شد، ولی حالا بهتره، همه چی بهتره. حالا من سوالم از شما، همه چیز بهتر نیست عزیزم، همه چیز وقتی بهتر میشه هر کی بره دنبال کاره. نه اصلا برن که تو عزیزم، ما چه ضرورتی داره که با پدرمون، مادرمون، خواهرمون، برادرمون رابطه شد؟ ممکنه به من بگید از نظر روانی این نیاز از کجاست؟ اونی که خواهر نداره، برادر نداره، پدر مادرش مردن، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داره؟ خب یعنی چی؟ تموم شد عزیز. یه روزی بوده که خانواده ما رو بزرگ می‌کرده، غذا می‌داده، مریض بودیم دوربر ما بوده، زن به ما میدادن، شوهر به ما میدادن، با اونا زندگی میکردن، بچه اونو مراقبت میکردن، ما از اونا مراقبت میکردیم، یه خانواده ای در هم بوده که هیچ کس توش بزرگ نمیشده، یعنی مثل یه تیکه ابر بودیم. امروز ما شدیم قطرات باران، جدا جدا داریم حرکت میکنیم. خب بنابراین شما باز دو مرتبه برگشتی سر همون موضوع. شما برو دنبال کار، شما تو رابطت با برادرت هم کمکت نمیکنه، شما برو دنبال زندگی خودت، برادرش برو دنبال زندگی پدر مادرم، بذارید ببینید با هم چه میکنن. خب الان من و برادر how can we try to make our lives better نه هر کدوم بود نه عزیزم in our عزیزم. personal relationship نه سب خواهی نیست، شما دستتون شکسته، برادرتون پا شکسته، شما باید به دکتر خودتون هم به دکتر خوده، شما با هم چی کار دارید؟ شما عزیزم ببینید اشکال کار خانواده ها از این قبیل که شما میگید این است که اصلا با این خیال و فکر و جنگ و بردن و باختن و قدرت نمایی و مظلوم نمایی اینا زندگی میکنه، شما غیر از این زندگی ندارید، شما باید تمومش کنید عزیز. شما یعنی قطع هر کامل؟ قطع کامل یا قطعی که توش هیچی نیست. ببینید الان با چه تعجبی پرسیدید، ممکنه من بگید که شما اگر برید مادر و پدر رو ببینید به اونا آسیب بزنید، اونا به شما آسیب بزنن، شما به اونا رنج بدید، اونا به شما رنج بدن، لذت بعدی زندگیتون رو بگیرن، قطعش چه اشکالی داره؟ قطع کامل نه، هیچ اشکالی نداره. چون قطع کاملتون با اعتراض هم را بود عزیز. آخه اصلا فکر کنی چی میشه؟ من قطع کامل کردم با پدر مادرم، یعنی که 30-40 سال مردن، مثلا ایبو ایرادی پیدا میکنن؟
نه یه ذره دنیا رو یه جور دیگه ببینید عزیز من. داشت شنونده گرامی قبلی میگفتم دو تا بدبختی ما ملت داریم، وابستگی مرتلبی، یعنی خون همدیگه رو میریزیم، همدیگه رو لطوپار میکنیم، به هم درد و رنج میدیم، لذت نمیدیم، زندگی ها رو خراب میکنیم، دست و پای روانی هم بیاره قطع میکنیم، چشای هم دیگر رو کور میکنیم، در میاریم. ولی اسمش اینه که ما خواهر برادریم یا پدر مادریم. من روزایی که فرض کنید روز مادری یا پدری، من فقط به پدر و مادرهای تبریک میگم که مادری و پدری در حق بچه ها کردن، نه اینکه دو تا آدم با هم خوابیدن بچه درست کردن. این که کار شاهکار بزرگی نیست، مهم اینه که تو وظایف و مسئولیت ها و تعهدات پدری و مادریت رو به خوبی و درستی در حد امکانش انجام دادی. تو پدری و مادری، اگر نه نیستی، دشمنی، بدی. عزیز دل، از 100 تا آدم بیمار 90 تاشو پدر و مادر رو بیمار کردن، نبودند یا یه گزینه ای ما داشتیم که این 90% مردم بیمار نبودن. چرا مردم از در روانی خون ریزی روانی دارن؟ چرا استخون روانیشون شکسته؟ چرا از نظر روانی با نقص عضو روبرو هستن؟ اینا رو هیچ کس نکرده عزیز. این همه ناشی از خودخواهی و نادانی در بیشتر موارد. فقط کافیست که اینگونه که شما توصیف میدید بیماری هم بهش بچسبه. شما دارید برای من مادری رو توصیف کنید و پدری که اینا رو مادری که مطمئنم که اگر پروی روان پزشک یا روانشناس 1 ساعت باشن، حتما تشخیص بیماری های تند و شدید تا مرز سایکاتیک و روان پریش میده. مثلا آدمی که دست و پاش خورده، شکسته، 10 جا شکسته توی تصادف، خورده دست و پاش، بعد شما وانمود بکنید که اینا دست پاشون سالمه و هیچ عیب و ایرادی هم نداره. یه برچسب که این پدرم، مادرم، پسرم، دخترم که مسئله رو حل نمی‌کنه عزیز. یعنی اینا اینقدر آشکاره که من تا برخ از اوقات باور کنین از بیانش خجالت میکشم، ولی شما رو هنوز ببینم گیر و گرفتارید، هنوز وابستگی دارید. یعنی من مثل یه آدم هروئینی که میدونه هروئین بده، میدونه آخر کار میکشتش، باز دنبالش میدوه، حتی میره مادرش و پدرش رو میکشه یا دیگران رو، پول در بیاره بره هروئین بخره. چه شما فکر کنید اعتیاد فقط اعتیاد مشروب و سیگار و مواد مخدره؟ اعتیاد به خانواده هم هست، این نوع ادیکشن هم وجود داره. اصلا تو مراحل اول کودکی اینه، یه بچه در وقت تولدش همزیستی سیمبیانیک، 1 سالگی چسبندگی و دوختگی بچه مادر پدرش دوخته شده، جدا میشه پاره میشه. 3 سالگی اعتیاده، ادیکشن، همه چیز زیر پا میذاره برای رسیدن به اون. 5 سالگی عادت، هبیت، اینجوری راحت تره. 8 سالگی وابستگی است، دیپندنسی. چرا؟ برای که هم متوجه مسئله احتیاج شده، هم متوجه رفع احتیاج شده، حالا براش پدر مادر به اون دلیل مهمه. بنابراین بزرگترین مشکل بچه ها بین 8 و 12 چیه؟ طلاق یا مرگ پدر مادر، چون فکر کنن نابود شده. ولی ما قرار برسیم به 12 سالگی جدایی و رهایی، جدا بشیم و رها بشیم. شما نمیخواید جدا بشید و رها بشید. من چرا کنفرانس بریدن بند ناف روانی رو دارم؟ مادر در وقت تولد بچه، در حالی که بچه هیچ امکان زندگی نداره، بند نافش رو قطع کنه، چون نکنه خودش و بچه رو میمیرن. خب ما قرار بین 8 و 12 سالگی بند ناف روانیمون بریده بشه. ببینید که تو مدارس امریکا بچه‌ها رو میسن یه کمپ 4 روزه، هیچ کس با هیچ کس حق ارتباط نداره، خانواده با بچه، بچه با خانواده. چرا؟ برای که میخوان بچه‌ها به 2 تا نتیجه برسن، حالی که با دوستاشون هستن، معلمین هستن، مواظبن، مراقبن، به 2 تا نتیجه. 1، من بدون پدر و مادرم زنده‌ام. 2، بدون پدر و مادرم خوش بهم میگذره و حالم خوبه. بنابراین تموم شد مسئله. شماها دو تا، شما و برادرتون نمیخواید به اینجا برسی. جدایی رای نکردی عزیزم. 2 جا 3 جا تو جلو من ایستادی، تو دو جلو من محکم ایستادی. من نمیگم تو عیب و ایراد داری، میگم شما نمیخواید جدا بشی.
جالب ها. شما پاشید بگید من میخوام برم خونه پدر مادرم یا پدر مادرم صحبت کنم که از توش چیز بدی در میاد، حالم بدتر میشه، احساسم بدتر میشه، احساس غم و اندوه میگیرم، خشم میگیرم، نگران میشم، مضطرب میشم، ولی هنوز میخوام باز تلفن کنم. مثلا نمیفهمم شما چی میگید. الان مثلا من تو ریلیشنشیپی که دارم how can I make sure که اون اشتباهی که قبلا کردم و نکنم، این زخما، این اسکارایی که راه حلش خیلی ساده است. به اون آقا بگو من زنگ میزنه بگم نزدیک تو نباشه. ببین چه جور راه حل را زود پیدا کردم من، مثل تو که نیستم. دنبال باره میگه عزیزه من. من وقتی بدونم کار خوب کدامه، کار خوب تو بکن، هیچی، مانند پدر مادر نباش اصلا. و بعد این میشه، ما همیشه میتونیم یه انتخابی بکنیم که انتخاب خوب ماست و به تدریج ما اون خوب میشیم. من یه تئوری دارم به اسم تئوری انگشت یا دست. تو 5 تا دست انگشتتو باز کن، انگشت وسطی خود واقعی توه، این منم حقا که هستم، سمت راستش خود خوب منه، وقتی کوشش میکنم خوب باشم، سمت اون ورترش بهترین منه. من 3 تا گزینه الان دارم، خودم باشم، خوب خودم باشم، بهترین خودم. اما یه گزینه دیگه دارم، اون ور سمت چپشه، بد خودم باشم، حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، بدم. یه آخری هم دارم که بدترینه. بنابراین از نظر من آزادی یعنی من در هر آن میتونم یکی از این 5 تا رو انتخاب کنم. حالا اگر با گذشت زمان هی کوشش کردم خود خوبم رو به صحنه بیارم که بیاد جای خود واقعی من بشینه، بعد از مدتی خود واقعی من بره جای خود بد من، خود بد من بره جای بدترین، بدترین هست میشه، چون خود خوب من اونجا، حالا بهترین من میاد جای خوب، یه بهترین تازه باید پیدا بشه. 2 سال بعد من یه آدم دیگری هستم. مثل 4 سال قبل شما رفتید دانشگاه، حالا مهندس آمدید بیرون. به تدریج. ولی باید آگاه بود عزیز. به همین جاست که من تو CD چرا ازدواج چرا طلاق آوردم، لطفاً بشنوید. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، ازدواج و خانواده است. تو تمام اینا یه کوشش شده که کلیات اونجا مطرح بشه. به علاوه با شنونده عزیز قبلی داشتم، شما مسئلتون مسئله پرسونالیتی و شخصیتتونه. ما 14 تیپ شخصیتی داریم، یه سالم، 3 نرمال، مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب، 10 هم خلو چلو دیوونه و بیمار. اول ما باید دیدیم کدام میشیم تو این 14. منم تو 28 ساعت یه مقدارش با همکاری دوستان همه اینا رو بردم، همه هر 14 رو 28 ساعت. 2 بشنوید، تکلیفتون روشن کنید، بعدم دونه دونه صفات اومده برای شخصیت سالم و نرمال. 100 صفت و ویژگی شخصیت سالمه، 60 مهرطلبه، 40 برتری طلبه، 25 عزلت طلبه، روی هم 125 اینجاست و اونجا هم که 100 225 225 صفت و ویژگی جاشون مشخصه. مثل که راجبه چشم حرف زدم، ابرو حرف زدم، موجه حرف زدم، دماغ حرف زدم، دونه به دونه. چیزی هم هست که عجیب و غریب هم، ساده و عادی و معمولی هم میفهمن، ولی ما قرار خودمون بشناسیم. معناش اینه که بریم یه دفعه جلو آینه ببینیم شکل و ریخت ما چیه، شکل و ریخت من چجوری هم، این که خودم چی فکر میکنم، دیگران چی میگن، که منو کمک نمیکنه عزیز. و بنابراین اون آشنایی هم میخواید گرفتار نشید، قرار اول خودتون رو بشناسید، حالا میشه تغییر داد. روزی که من نگاه کردم دیدم صورتم یه جاش سیاهه، روزی که من دیدم موام شونه نیست، خب میبینم باید اون سیاهی رو از بین ببرم، اونم موام شونه کنم دیگه، تموم شد مسئله. به همین سادگی من کوشش کردم راحتش کنم، ولی یه دفعه دیگه صحبتهای منو بشنوید عزیزم، دست از این بازی برده. چون عزیزم شما، چون اگر از همون راه عزیز من، شما اگر از همون راهی که تا به حال از اونجای شروع کنید که تا به حال شروع کردید، همون راه برید که تا به حال رفتید، همین جایی میرسید که الان رسید. اگه انتظار چیز دیگه ای دارید دیگه معلوم حالتون خوب نیست. نه بنابراین اگه مطلبی نیست از هم خدافظی کنیم، چون من یه صحبت 10 دقیقه فرصتی دارم که با شنونده گرامی دیگری هم صحبت بکنم. نه خیلی ممنون از لطفتون، امیدوارم که یه روز از نزدیک ببینم تو.